درود به شما عاشقان وطن. در این بستگی تحلیلی در ابتدا در خدمت آقای واحدی هستیم با برنامه‌ای با عنوان آزار زنان آزادی خواه، چه در زندان چه در خیابان. و در بخش بعدی میپردازیم به ماموریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سفیران مهر برای مقابله فائده‌مند با بی‌حجابی. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدن. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. در این برنامه آقای واحدی به چند موضوع مهم درباره فشارهای نظام به زنان مخالف حجاب اجباری اشاره میکنه. ایشون به این نکته اشاره میکنه که خامنه ای دیکتاتوری ریاکاره یا دیوانه ای که عقلش رو از دست داده، چون هر حرفی میزنه هیچ کدام از زیر دستانش حرفا اون براش مهم نیست و کار خودشون رو انجام میدن. آقای واحدی در ادامه به موضوع ترور بیولوژیک ترانه علیدوستی میپردازه و درباره برنامه ریزی و حکومت برای این بازیگر مردمی و نقشه‌ای که جمهوری اسلامی برای زندانیان سیاسی سرشناس میکشه صحبت میکنه. شما رو دعوت میکنیم این برنامه جنجالی رو از زبان خود آقای واحدی تماشا بفرمایید. من از صبح که بلند شدم سه تا خبر رو دیدم که هر سه تا مرتبط بود با وضعیت بانوان، زنان و دختران ایرانی. نواری از خانم نرگس محمدی از زندان اوین اومده بیرون. ببینید، باز من میگم هر کدوم از ما ممکنه یک سری دیدگاه های سیاسی داشته باشیم، اختلاف نظرهایی داشته باشیم، اما وقتی یک کار بزرگ انجام میشه با توجه به سوابق رفتارهای جمهوری اسلامی که حداقلش اینه که طرف رو در همون زندان هم زندان در زندان براش درست میکنن، به خصوص اینکه وقتی این فعالیت برای دیگران هست نه برای خود فرد، خیلی ارزشمنده. به همین جهت من برای این کار خانم نرگس محمدی ارزش زیادی قائلم. شما ابتدا صحبت ایشونو بشنوید تا بعد من خدمتتون بگم. تماس از زندان اوین میباشد. مردم آگاه ایران، من نرگس محمدی هستم و صدای من رو از بند زنان زندان اوین میشنوید. گرچه پنج ماهی هست که تلفن من قطعه و من از طریق تلفن سپیده قلیان همبندیم دارم این ویس رو میدم. یک ساعت پیش دینا قالیباف رو با بدن کبود و روایت تعرض جنسیش وارد بند زنان زندان اوین کردن. ما سالهاست شاهد روایت زنانی هستیم که تعرضها، اذیت و آزارها، ضرب و شتمهاشون توسط ماموران حکومتی که از سر گذروندن رو افشا کردن و ملت ایران و جهان شاهد اون هستن. اما امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت بلکه دقیقاً از سر استیصال و ضعف جنگ تمام عیاری رو علیه زنان به همه خیابان‌های کشور کشونده. ما زنها توی این جنگ بی امان یا با کشته شدنمون این جنگ رو متوقف خواهیم کرد یا مردم ایران و جهان به یاری ما به پا خواهند خواست تا بتونیم با زندگی کردن و صلح این جنگ رو متوقف کنیم و رژیم زنستیز رو بادار به عقب نشینی کنیم. خب این وضعیت نشون میده که علارغم این که در ظاهر یک عضو فریبکار و فاسد الاخلاق دفتر رهبر، یعنی مهدی فضائلی، یه جوری برخورد میکنه که انگار علی خامنه ای با این رفتارهای مربوط به حجاب مخالفه، اما در درون حاکمیت و حتی خود رئیس قوه قضاییه تظاهر میکنه به این که قرار نیست سختگیری‌های غیر متعارف بشن، که یک دختر ایرانی به خاطر این که در مورد موضوع خاص حجاب صحبت کرده با بدن مجروح و پس از تعرض جنسی تحویل زندان بشه، نشون میده وضعیت چطوره. من دیروزم تو ویدیو گفتم که اینها همش دستور شخص علی خامنه ایه و بقیهش بازیه. اگر خامنه ای مخالف بود که این اتفاقا نمیافتاد، اما اگر وضعیت به طوری که خامنه ای میاد میگه کسی به خاطر انتقاد از من زندانی نمیشه و نباید بشه، کسی به خاطر مخالفت با نظام نباید زندانی بشه و نباید و قرار هم نیست بشه، اما دادگاه ها در سراسر کشور یکی از اتهامات رایجی که برای محکوم کردن و زندانی کردن افراد سیاسی دارن اهانت به رهبر هست یا تضعیف نظام. بالاخره وقتی کسی در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنه با تفاسیر سران جمهوری اسلامی که میگن کسی حق نداره حتی در مورد موفقیت سپاه در عملیات
مسخره اخیر ابراز تردید بکنه وگرنه دستگیر میشه. خب هر کسی حرف بزنه میشه تضعیف نظام. خب وقتی این اتفاقات میفته یعنی از دو حال خارج نیست. و مسئله حجاب هم که عرض کردم با توجه به توییت دفتر رهبر و اقدامات کردن داره میشه، از دو حال خارج نیست. یا علی خامنه ای مشاعرش رو از دست داده و حرف مفت میزنه که لیاقت رهبری نداره، یعنی حرفش حرف بی حسابیه و قابل اعتنا نیست، حتی زیر دستان خودش توجه نمیکنن، یا حرف حساب میزنه و زیر دستانش توجه نمیکنن که باز هم یه همچین کسی صلاحیت نداره. کسی که بر زیر دستانش تسلط نداشته باشه صلاحیت حکومت نداره. یا دروغ میگه و فریبکاری میکنه که به طریق اولا صلاحیت نداره. یعنی به هر نحوی که تفسیر کنیم اتفاقات اخیر رو در همین دو سه زمینه، در سایر زمینه ها هم همینه، در انتصاباتش، در اقداماتش، در سخنرانیهاش، در دشمن تراشیهاش، در سیاست گذاری کلیش، اما تو همین دو سه عرصه‌ای که دیگه خیلی مشهوده، یعنی میشه خیلی راحت با یک سرچ پیدا کرد سخنرانیاش که میگه کسی به خاطر اینکه نظرش مخالف نظامه باش برخورد نخواهد شد، و بعد ببینیم برخورد با مهدی نصیری رو میبینیم، با اون آقای اکبر نژاد اون شیخ قمی رو میبینیم، و بسیار از کسانی که در زندان هستن. مگه فاطمه سپهری چیزی غیر از اظهار نظر داشته؟ مگر محمد نوریزاد آقا ماشاءالله کرمی خوب اظهار نظر کرده، احقاق حق خواسته بکنه به خاطر قتل فرزندش، الان در زندان، زندان در زندان. مگه آقای دکتر سعید مدنی جز اظهار نظر جامعه شناسی کاری انجام داده که زندانیش کردن بعد برای اینکه رنج بیشتری براش تحمیل کنن فرستادنش به تبعید در زندان دماوند بدون هیچ گونه حکم قضایی؟ به هر حال صحبت‌های خامنه‌ای هست که در مورد اینکه نه قرار با کسی برخورد بشه و نه برخورد خواهد شد به خاطر مخالفت با نظام، میگه اهانت به من اشکال نداره، میگه انتقاد که هیچ، اهانت هم اشکال نداره. بعد مگر واقعا شما در نامه 14 نفری که به خامنه‌ای نوشتن که خانم فاطمه سپهری، خانم پور فاضل، آقای عباس واحدیان، شاهرودی، آقای نوریزاد، آقای لعل محمدی و دیگر دوستان، مگر غیر از انتقاد چیزی بوده و در زندان هستن؟ و در مورد حجاب هم که عرض کردم، پس از اون سه حالی که گفتم خارج نیست، یا رهبر مشاعرش رو از دست داده و به همجد زیر دستاش احساس میکنن نباید حرفش گوش کنن، یا حرفش درسته و زیر دستان حرفش گوش نمیکنن، و یا اینکه فریب کاری میکنه. در هر سه حالت به هیچ وجه صلاحیت، نه تنها صلاحیت نداری، همچه آدمی یا باید در تیمارستان به تخت بسته بشه و یا اینکه باید محاکمه بشه. اما حالا این وضعیتی که شما دارید میبینید، توجه داشته باشید که چه بلایی داره بر سر دختران و زنان مردم میاد. موردش صحبت‌های خانم نرگس محمدی که در همین نوار دو تا موضوع هست، یکی اینکه 5 ماه ایشون رو از حق تماس تلفنی محروم کردن، جرمش هم فقط اظهار نظر دیگه. خانم محمدی که نه امکان تظاهرات خیابانی داره، نه امکان اسلحه به دست گرفتن داره، نه امکان زد و بند با کسی داره در زندان، فقط اظهار نظر کرده. در این نوار دو موضوع هست، یکی که خودشون رو محروم کردن به مدت 5 ماه از تماس تلفنی، و دوم این که در مورد خانم دینا قالیباف میگه که هم تعرض شده و هم با جسد، با جسم کبود و زخمی وارد زندان شده، که اصلا اصل زندان بودنش هم خودش بحثه. این دوتا موضوع هست. موضوع دوم صحبت‌های واقعا تأثیرانگیز و غم‌انگیز مادر ابوالفضل میرتایی هست که بچه‌شو کشتن، و ببینید چه میگه. شما انقدر ترسو و بی‌وجودین، من اومدم گفتم جوازه فوت بچه منو بدین، جواز دفن بچه منو بدین، منو بیرون کردین. چرا؟ چون باید می نوشتین ضربه به سر با اصابت، همون جوری که تو پرونده بیمارستانش هست، اصابت گان شاد جیب دبل اس به سر. بچه من خاک شد، من فیلمش هست اونجا، فیلم گرفتم، فیلمشو میذارم. به آقای میگم آقا تو ایران عرفه مرده میمیره گواهی فوت صادر میشه، جواز دفن صادر میشه، چرا به من نمیدین؟ چرا شناسنامه بچه منو باطل نمی کنین؟ گو خانم برو بیرون، من گو برو بیرون، به ما گفتن ندین، به ما گفتن باطل نکنین. چرا نباید شناسنامه بچه من باطل شده باشه؟ چرا نباید من جواز دفن گواهی فوت داشته باشم؟ من فرصت طلبم، من دنبال فرصت میگشتم
از ایران بیام بیرون، شما که به من گفتین دیه بهت میدیم، شما که به من گفتین پول خونه بچه رو بهت میدیم، گفتم من نمیخوام، منو به زور بردین گفتیم هزینه های بیمارستان بهت میدیم. چه بازی راه انداختین؟ چون من شروع کردم فیلم گذاشتم گفتم که قاضی پرونده رو به جریان نمیندازه، نسبت به فیلمی که من به وکیل دادم، نسبت به پرونده‌ای که من به وکیل دادم، وکیل درخواست کرد، یه مرد پیدا شد که امضا کرد، تونستن ثابت کنن بچه منو اینا زدن. به هر حال ببینید که اینها همون قومی هستن که یزید رو لعنت میکنن، اما یزید انقدر شرف داشت و قطعاً بالاترین بیشرفی یزید اگر هم داشته، شرافتمندانه تر از تمام زندگی خامنه‌ای و خمینیه. یزید خودشون اعتراف میکنن که بعد از اینکه امام حسین رو کشت، اولا در همون جنگ به فرزند بیمار امام حسین کاری نداشت، با اینکه میدونست اون فرد قرار جانشین امام حسین بشه و به دنبال براندازی یزید خواهد بود، و ثانیاً به خانواده امام حسین اجازه داد بن در حضور خود یزید هر چه میخوان بگن. اما حالا با یک مادری که بچه‌شو کشتن اینطور رفتار میکنن، یعنی حتی قانون خودشون رو که موظفن گواهی فوت بدن و جواز دفن انجام نمیدن، این هم نه اینکه از سر تنبلی باشه، ناشی از همون روحیه علی خامنه‌ای که من عرض کردم، هر کاری که بتونه خودش وزیر دستاش انجام میدن به خاطری که رنج بیشتری به مردم تحمیل کنن. برای یک مادر، برای یک بازمانده، حالا مادر که وضعیت خاص داره هم به لحاظ احساسی هم به سایر مسائل شخصی و روحیات زنانه، برای هر بازمانده‌ای این که دسترسی داشته باشه بتونه عزیزش رو که از دست رفته با حرمت با احترام به خاک بسپره، دلیل مرگش رو بدونه. حالا حساب کن مادر چه وضعیت داره و میبینید که اینا چه رفتاری میکنن. و مسئله سوم خانم ترانه علی دوستی. خب ترانه علی دوستی خیلی اهل سر صدای سیاسی نبود، اما در جریان جنایت های حکومت در سال 1401 و کشته شدن عده زیادی از بیگناهان، از جمله چند تا دختر، و که شروعش با کشته شدن یک دختر عزیز کرد بود، بعدم دخترانی از استان های مختلف، از لرستان، از اردبیل، از خوزستان، از سیستان و بلوچستان، از استانهای مختلف ما داشتیم دخترانی که کشته شدن و زنانی که کشته شدن، از اصفهان، و میگم فکر نمی کنم استانی داشته باشیم که در اون شرایط زنانی قهرمان پروری کردن و خودشون قهرمان بودن و کشته شدن. خانم علی دوستی در اون مقطع بسیار منطقی و بسیار دلسوزانه دفاع کرد از خانواده های قربانیان و ادای احترام کرد به کشته شده ها، بازداشتش کردن، بعد از هم که از زندان آزاد شد دیدیم که همون لحظاتی که از زندان آمد بیرون چقدر روحیه بخش برخورد کرد، انگار نه انگار که از دست یک مش آدم خوار آزاد شده. خب مدتی بود ازش خبری نبود، در فضای مجازی و به صورت غیر رسمی میگفتن که ایشون یک بیماری داره، تا اینکه امروز مادرش صحبت کرده و حالا ظواهر کلیپی که از مادرشون پخش شده نشون میده که ظاهرا با هم زندگی نمیکنن، ولی مشخصا میگه که یک بیماری نگران کننده داشته، اما الان خطر رفع شده. تصویری هم که ازش اومده بیرون ظاهرا گویای اینه که یک بیماری ناشناخته داره که بعد از زندان ایجاد شده. این سوال تکراری رو که همه شما رو نگران کرده، ترانه حالش خوبه، جواب میدم، فقط برای اینکه آروم بشید، چون منم این سوال رو داشتم و امروز آروم شدم و حالش الان خوبه، خدا رو شکر. خوب نبوده ولی خوبه و براش دعا کنید، براش دعا کنید. بیماری سخته و به خصوص که منشأش مشخص نباشه، و من از تمام دوستانش طرفدارانش میخوام که براش دعا کنن، انرژی های مثبت بفرستن براش و براش عشق بفرستن. میدونم که خیلیاتون دوستش دارین و خیلی محبوب بین همتون، عشق بفرستید براش، دعاش کنید. بریم سر کنش و واکنش دیگه. حالا لطفا دیگه هی نگید ترنه چطوره، چون خود منم بسیار نگران بودم، خدا رو شکر از نگرانی در اومدم، و به همین دلیل چون حال خیلی از طرفدارانش و دوستانش رو میفهمم، الان همونطور که
من از نگرانی در اومدم، شما هم انشالله که از نگرانی در میاد. دیگه رو سوال نکنید، بریم سر اصل خودمون. این رو بذارید کنار همه اتفاقاتی که برای بعض افراد دیگه افتاد، دخترانی که زندانی شدن و وقتی آزاد شدن خودکشی کردن، یلدا آقا فضلی یارتونه، دوستان بچه دیگه یارتونه، موارد متعددی داشتیم یا دوچار بیماری های ناشناخته شدن، ضمن اینکه بعضی از این بیماری ها ممکنه تأثیرش در دراز مدت باشه و الان مشخص نشه. حداقل این اتهام متوجه جمهوری اسلامی هست که ممکنه حرکاتی کرده باشن که سلامت ترانه علیدوست عزیز رو خطر بندازه. این اونجایی که من میخوام به شما و بارها هم گفتم که جمهوری اسلامی در کنار همه جنایتاش، در کنار همه فسادهاش، یک فساد بزرگتر هم داره و اون اینه که هیچ پایانی بر انتقام جویش و کینه ورزیش نسبت به مردم ایران وجود نداره. در همه جای دنیا، حتی در کشورهای استبدادی، وقتی کسی اگر تظاهرات کنه دستگیرش بکنن، حالا در جاهای دیگه دنیا که معمولا دستگیر نمیکنن، اگر دستگیر کنن حساب کتاب داره، ولی اگر دستگیر وقتی دستگیر میکنن میره تو زندان، طرف وقتی تا زمانی که حتی خیلی از کسانی که زندانی زمان شاه بودن اینو با صراحت میگن، ادعا میکنن و ادعای بعضیشون درسته که در مراحل بازجویی شکنجه هایی بوده، ولی در دادگاه که میرفتن بسیاریشون به وجود یک منطق، اون منطق اون که من شما قبول نداشته باشیم، به وجود یک منطق حاکم بر دادگاه اذعان میکردن. من نمونهاش قبلا گفتم، ولی به هر حال به هر طریقی وقتی طرف محکوم میشد بعد از اینکه میرفت تو زندان، یک زندانی بود که حقوقی داشت و از این حقوق برخوردار بود، حق ملاقات با خانواده، آزادی در مسائل مذهبیش، در پوشاکش، در هر چیزی که در زندان بود. جمهوری اسلامی وقتی کسی هم دستگیر میکنه، از لحظه دستگیری تا روزی که از زندان میاد بیرون و حالا مشخص شد حتی بعد از زندان امنیت نداره. اینکه در زمان دستگیری چجور دستگیر میکنن، جانش به خطر میفته، صحنه های زیادی دیدیم که سر دختر مردم رو به سقف بند محکم میکنن، هولش میدن، سرش به لبه جوب میخوره و مسائل مختلف. در داخل ون کتک میزنن مثل موضوع مهسا و سایر افراد. در حین بازجویی شکنجه های شدیدی دارن. در دادگاه ناعادلانه حکم میکنن و نهایتا وقتی میرن طرف تو زندان هم مثل آقای سعید مدنی و مثل دیگران تبعیدهای غیر قانونی، ضرب و شتم زندانی در داخل زندان، تحریک زندانیان مجرم سابقه دار برای شکنجه و آزار و تعرض به زندانیان سیاسی و نهایتاً یا قطع دارویی که بیمار باید بخوره، بیمار زندانی، و یا تزریق بعضی از داروها یا خوراندن بعضی از خوراکی‌ها که بعد از زندان هم دچار مشکل میشه. اینجاست دوستان، من اگه خاطرتون باشه از پارسال میگفتم که با توجه به این مسائل، هر کسی وقتی در معرض دستگیری حق داره به هر طریق ممکن، به هر طریق ممکن، ولو به قیمت سقط شدن تعدادی از این ولد زناهای انتظامی و بسیج و سپاه، خودش از معرض دستگیری نجات بده. چون عرض میکنم تو که شما بگی خیلی خب من یه محاسبه کردم، دارم میرم تظاهرات، میدونم در جمهوری اسلامی اگر بریز تظاهرات مثلا میگیرن 2 سال 3 سال 4 سال زندان، نخیر. از لحظه دستگیری، از همون مراحل دستگیری تا آخر عمر طرف ممکنه تاوان بعضی از اقدامات جمهوری اسلامی بده. به همین جهت اصلا هم حکم شرعی، هم حکم عقلی، هم حکم حقوقیه. و اون افراد احمق یا مزدوری که میگن که ما به هیچ وجه نباید واکنش نشون بدیم برای اینکه برتری مطلق اخلاقمون رو نشون بدیم، خودشون مبتلا نشدن به این وضعیت که داریم میبینیم. این یه بعد قضیه است. بعد دیگه اینکه دوستان بدون توجه به اینکه خانم محمدی یا خانم علی دوستی یا خانم مادر ابوالفضل عزیز یا هر گرایش سیاسی، مادر پویا بختیاری، خانم فاطمه سپهری، زندانی جمهوری خواه، زندانی سلطنت طلب، زندانی پادشاهی خواه، زندانی جمهوری خواه، طرفدار شاهزاده رضا پهلوی، مخالف شاهزاده، موافقش، موافق جمهوری، مخالف جمهوری، تمام زندانیان در یک همچین جهنمی به نام جمهوری اسلامی که زندانش جهنم در جهنمه، ما موظفیم صداشون باشیم و صداشون منعکس کنیم. خواهش میکنم به خاطر مسائل شخصی یا گرایش‌های سیاسی یا حتی ناراحتی که ممکن از بعضی از افراد یا گرایش سیاسیشون یا گرایش سیاسی منتسب به اونها داره، اجازه ندیم جمهوری اسلامی این تفرقه رو ایجاد کنه و تک تک افراد رو بر اساس گرایش‌های سیاسیشون منزوی کنه و بعد هر بلای خاص درشون بیاره. امروز میگم در یک روز ما شاهد 3 موضوع بودیم: گلایه‌ای بسیار دردمندانه مادر ابوالفضل عزیز، صحبت‌های خانم نرگس محمدی در مورد خودشون و دینا قالیباف عزیز، و آنچه که در مورد بیماری ناشناخته و بسیار مشکوک ترانه علیدوستی عزیز گفته شده. شب و روزتون خوش، موفق باشید.
مأموریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سفیران مهر برای مقابله قاعدمند با بی‌حجابی، برخوردهای توهین‌آمیز و سرکوب زنان و دختران به بهانه حجاب به نارضایتی خود در جامعه علیه حکومت دامن زده است و شماری از کارشناسان و حتی خودی‌های نظام نسبت به پیامدهای این نارضایتی به مقامات ارشد رژیم هشدار می‌دهند. دور جدید خشونت‌ها علیه زنان و دختران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از 22 فروردین ماه پس از آن آغاز شد که علی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر و لزوم برخورد با هنجارشکنی دینی تأکید کرد. رهبر جمهوری اسلامی خطاب به مسئولان گفت نباید کوتاهی کنیم و مسئولین و آحاد مردم و عاملین به معروف و ناهیان از منکر در این زمینه وظیفه خودشان را باید انجام بدهند. در واکنش به این اولتیماتوم، محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور گفت فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در مورد موضوع عفاف و حجاب فصل الخطاب است. وی تاکید کرد مسئولین باید به وظایف و تکالیف شرعی و قانونی خود عمل کرده و در این زمینه نباید از توطئه‌های دشمنان خارجی و عناصر خائن داخلی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غفلت کرد. با چراغ سبز خامنه‌ای دور جدیدی از برخوردهای توهین‌آمیز و خشونت‌های فیزیکی از سوی مأموران نیروی انتظامی، آمران به معروف و بسیجی‌ها علیه زنان آغاز شد. شدت این خشونت‌ها آنقدر است که حتی برخی مسئولان و کارشناسان نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند. در شرایطی که اغلب مردم رهبر جمهوری اسلامی را عامل اصلی اذیت و آزار زنان و دختران می‌دانند، مهدی فضائلی عضو دفتر خامنه‌ای در ایکس نوشت کشف حجاب هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. منتها دشمن با برنامه و نقشه وارد این کار شده. ما هم باید با نقشه و برنامه وارد بشویم. کارهای بی‌فایده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. وی افزود به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌فایده تذکر دریافت کردند. فضائلی نگفت چه کسانی تذکر گرفتند، اما یکی از کسانی که مستقیم عامل اذیت و آزار زنان بوده احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی فراجاست که بدون اجازه علی خامنه‌ای و سلسله مراتب فرماندهی نمیتواند سرخود گشت ارشاد را به جان مردم بیاندازد. پس از مطرح شدن تذکر علی خامنه‌ای در مورد برخورد ماموران با زنان و دختران توسط فضائلی، مدیر مسئول روزنامه کیهان تهران به این عضو دفتر خامنه‌ای حمله کرد و نوشت رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی توییت کرده اید؟ در یادداشت حسین شریعت مداری آمده بیت رهبری سخنگو ندارد و چنانچه تذکری ضرورت داشته باشد مستقیما و با ذکر مأخذ توسط آقایان بلپایگانی و حجازی به اطلاع مخاطبان آن اهم از مسئولان و یا مردم میرسد. شریعت مداری همچنین تاکید کرده که بیت رهبری حتی از بکارگیری واژه یک مقام آگاه نیز به شدت پرهیز میکند. با وجود انتقادات حسین شریعت مداری اما به نظر میرسد مقامات نظام حداقل در کلام مجبور به عقب نشینی شدند، زیرا حسن حسنزاده فرمانده سپاه تهران بزرگ از آغاز فعالیت گروه آموزش دیده سفیران مهر برای تذکر رعایت حجاب در اماکن عمومی خبر داد. به گفته این مقام سپاهی سفیران مهر گروه مردمی آموزش دیده هستند که در اماکن عمومی اصناف، ادارات، بازار، معابر، روستان‌ها، گردشگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران ضوابط مربوط به حجاب و تذکر را با روشنگری قاعدمند پیگیری می‌کنند. حسنزاده ادعا کرده خاطبه مردم بر رعایت پوشش مناسب ملی و اسلامی تأکید جدی دارند. وی همچنین تأکید کرده گروه‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی غرب که در ازای دریافت پول یا وعده‌های دیگر تظاهر به بی‌حجابی و بی‌بندوباری می‌کنند را از مردم عادی یا ناآگاه جدا کرد و با اقدامات اطلاعاتی و رصد ارتباطات آنان نسبت به شناسایی و برخورد با ایشان اقدام کرد. در کنار گشت ارشاد، آمران به معروف، لباس شخصی ها و آتش به اختیارها، زنان نیز با عنوان حجابان مزاحم زنان و دختران با پوشش آزاد می شوند که هیچ نهادی حاضر نشده تشکیل و مسئولیت مزاحمت های آنها را بر عهده بگیرد. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید.